هاي. اوه بچه ها، بذاریم یه ذره این حالا بذاریم ببینیم که این نرم شده یا نشده. هنوز کامل نرم بشه بهتر. یه دونه هم چایی بریزیم، یه چایی هم بریزیم. بچه ها این کاکتوس هم هست. نام میخوریم، نام میخوریم، نام میخوریم. فعلا یه ذره بره نرم بشه. این موزلی جدیدی که کی برای من آورده بود یادم هست، یا سلطان آورده بود یا نونا خریده بود یا دیگه نمیدونم چی. نگاه کن، دیروز داشتم میمدم تو راه، آخرین ایستگاه که پیاده شدم گفتم یه دوتا نون بگیرم، ولی اومدم دیدم از خونه محسن دوتا نون آوردم که اون گفت من اینا کهنه شده. گفتم اینا کهنه شدم ولی با توستر خیلی خوبه. گفت توستر ندارم. گفتم بذار من بردارم. آوردمش. خلاصه یکم از صبحم که کلی اتفاقات مختلف تو گروه بوده، بعدش انجام میدیم دیگه. ساعت الان نزدیک چنده؟ هنوز صبحانه نخوردیم. زیر و سیاه دونه دیدم یکی نوشته، سب کن اما اینو بخورم. نوشته شکست عشقی خودم رو چیکار کنم. خب هر شکست مقدمه یه موفقیته. روابطت که زیاد بشه، یکی که رفت اون یکی هست، یکی که رفت اون یکی میاد. آره پیام تو بود که گفتی شکست عشقی. آره روابطتو زیاد کن، هر کسی خواست بره بگو که خوش رفتی. خب نفر بعدی هست دیگه. نفر بعدی که نمون که هستن، همشون با هم باشن خیلی خوبه دیگه. من الان گوجه خیار ندارم، سالاد ندارم، عوضش چی؟ اینو دارم. میوه کاکتوس رو بیارم ببینم چشه. پنیر هست، کاهو، چقدر با من میمونه همینطور تو دهانه.
خب وقتی که یکی رفت، خب یکی دیگه هست دیگه، وقتی یه چیز نیست اون یکی هست. آره تیغ داره، مواظب باشم. مرسی. دلت تنگ نشده برای فرانکفورت و بچه ها؟ بچه من دلم تنگ نمیشه خوشبختانه. تا تو فرانکفورت بودم خوب بود، وقتی اومدم اینجا، اینجا وقتی اونجا هستم دلم برای هامبورگ تنگ نمیشه. وقتی میخوام برم آیسلند دلم برای اینجا. حالا آیسلند وقتی رفتم دیگه، من در حال زندگی میکنم و در حال اونجای لذت میبرم که همونجا هستم. پس دلم تنگ بشه برای فرانکفورت نه، من اینجا هستم، به اینجا میخوام برسم. الان به یه سری کارام، کلی به کارهای مختلفم چجوری شد پوستش انقدر جالب که همه پوستش رفت. فرانکفورت خیلی خوب بود، دورتموند هم خوب بود. حالا میام یه مقدار حرف میزنیم دربارشون. طرف رفته مثلا داره صبحونه میخوره، من میگم نهار، به نهار فکر میکنم. بابا به صبحونه فکر کن. یعنی نهار رو مرد به دیگه به صبحونه نمیخواد فکر کنه. هی 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 اوی فکرم رفت. خلاصه بچه ها بذارید هر کسی میخواد فرش بده بده، یه حرفایی میزنه که شما ناراحت میشید. دارا بذارید بزنن دیگه. انقدر تو موقعی که با محسن بودم خیلی در رابطه با محسنم یه سری چیزایی گفتم، به خصوص از این گروه های مخالف. اولا که از زیاد اعتماد، خوشبختانه اونم داشت ضد ضربه میشد، هرچند که یک کوچولو تحت تاثیر قرار گرفته بود، ولی خب زیادم اعتنایی نمیکرد. گفت بابا من یه خانومی اومد اینجا خونه من، خودش خواست بیاد خونه من، که حالا تو همین گروه افشاگران و اینجور چیزام هست. گفت دوستاش با من رابطه داشته باشه. خب من بهش حسی نداشتم دیگه، اصلا میگم من حس کسی که مثلا سنش بالاتر از من بود. الان این دلبری که داره، دلبری که محسن داره، گفت از من 10 سال کوچیک‌تره. گفت من حس میکنم کسی که از من بزرگتره برای من حالت دامیننت داره.
من به این حس نداشتم دیگه. حالا یه ارتباط یا حالا هر چیزی هم که بوده من بعدا یه سری وسایلی رفته خریده برای خونه من. خب من گفتم برای من بخر اینا رو. من که نمیخواستم اینا رو. همه اون وسایلی هم که خریده برای من این خانوم، من بردم دادم به صلیب سرخ. بابا اما خوشبختانه زیاد اعتنا نمی کرد. گفت زیبا بذار هر کاری که دوستان. گفتم بابا بذار، ما که موافقی هستیم که همشون حرفاشون رو بزنن، هر چی نظری دارن بگن، کاریکاتور بسازن، بد و بیرا بگن، بالاخره آروم میشن دیگه یه موقع یه زمانه. یه مربا هم هست اونم بیارم سر کنم. الان شما یک کسی مثلا میخواد جیغ بکشه، خب یه جایی بذارید بگید که برو اونجا جیغ بکش. خب اول جیغ بکشه. من یک دوست پسرم گفت میخوام جیغ بکشم. گفتم باشه بیا بریم. میره یکی از دوست پسر و میره جیغ بکشه وسط رودخونه. هدام میخواست جیغ بکشه، هدام جیغ کشید دیگه، ما گفتیم بکش. خب وقتی که جیغ میکشه اینا داد و بیداد میکنن، خب بالاخره آروم میشن دیگه یه ذره. حالا بذارید اینقدر بگن دیگه، نمیدونم ما میخوایم این کار رو بکنیم، ما میخوایم شما رو هر جور چی قدادی دارم بکشم، اعتراضی دارم بگم. بالاخره این صدا فرکانسش میاد پایین دیگه. تا که میخوایم این کار رو ادامه بده؟ آقا زیبا خیلی بده، زیبا منحرف کننده است، زیبا فلانه، زیبا بهمانه. خب هر کسی هم به زیبا نزدیک میشه، محسن هم چون گفت زیبا چون من به تو نزدیک شدم یه همچین حرفایی هم درباره من میزنه. گفتم اشکال نداره حل میشه میره دیگه. خوشبختانه الان همه بچه های مختلف دیگه به صورت جوک به اینا نگاه میکنه. یه سری کسایی هم که تازه واردن تحت تاثیر وای من میخواستم برم با زیبا ارتباط برقرار کنم، خونه زیبا برم یا زیبا رو دعوت کنم، حالا دیگه متوجه شدم نه الان میترسم. خب اشکال نداره بترسی، ترس یه مکانیسم حمایتیه. شما اگر ترس نداشته باشی نمیتونی که الان من میترسم از آتش سوزی اقدامات امنیتش انجام میدم. شما هم این کار رو بترسید خوبه. اتفاق نرشق اینا میترسونه. حالا مثلا ما میخواییم اینا رو مثلا یک گروه مافیایی شدیم و میخواییم مثلا از اینا یه استفاده های آنچنانی بکنیم. اصلا فکر همینه دیگه. چی کار میکنیم؟ وقتی میترسی چی کار میکنیم؟ خودت رو قوی تر میکنیم. خودش رو قوی تر میکنی.
خب من تا دیروز میترسیدم از زیبا اینجوری دفاع کنم. خب حالا اقدامات مثلا چه کارایی بکنم که ترسم رفت بشه یا خودم رو خب خودتو قوی میکنی دیگه. خب این خیلی خوبه، ما از اینا تشکر میکنیم که میان میرن میگن مثلا یه جنایت کاره، فردا یکی میخواد با یه جنایت کاری مثل زیبا روبرو بشه. خب برم ببینم این هیتلر کیه، این جنایتکار کیه، ببینم ببینم، بذار دعوتش کنم خونه. من خیلی حس منفی به خلیل داشتم، ولی خلیل یه کار بزرگی کرد، کاری که حتی احمد نکرد در 10 سال دوره‌ای که باش بودم. کاری که خلیل خودش هم نفهمیده چی کار کرده. خلیل با وجود مخالفتش، با وجود مخالف بودنش، با وجود فلان، اون بود که خواست با من روبرو شه، اون بود که منو دعوت کرد به خونش. حالا کار نداریم که خاله خونش نرفتم، ولی خب اون که دعوت کرد. خیلی کار بزرگی کرد. یعنی چی؟ یعنی من قوی تر از تو هستم. یعنی چی؟ من با تو روبرو میشم. روبرو هم شد. حالا وایساش هم هست. خیلی از چیزایی منم الان قبول نداره. اصلا مخالف منه. باشه. مهم اینه که دو نفر مخالفه هم روبروی هم نشستن، با هم غذا خوردن، آخرم هم دیگر رو بغل کردن. من خلیل رو بغلش کردم. به من گفت مواظب باش عاشقم نشی. باشه. مواظب. باشه مواظب میشم. او 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 خار بود؟ خار بود یا نه؟ نه خار نیست. ارمنش اینه گانجور با یخ. خلاصه حالا این دفعه زیره میریز. زیره جون بیا جلو. نه 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 اومده بچه. خب برای همین حالا شاید اصلا خلیل با محسن دوست بشه، به محسن سلام رسوند و با هم رد و بدل پیام کردم. حالا این خانم، این خانم یک مخالفه. بابا یکم البته از نظر من خوشگله ها، بچه از نظر من خانم خوشگلیه. اصلا مخالف های من همشون خوشگلم. من به محسن گفتم بابا خوشگل، گفت کجاش خوشگله، خیلی زشته. نه بابا گفتم ندیدیش که. گفتم بابا بالاخره آدم مشخص میشه دیگه. به نظر من الان خوشگله. حالا شاید خودم از نزدیک ببینمش. من فکر نکنم نظر محسن درست باشه در بارش. اینقدر شاید به خاطر اینکه ازش خیلی ناراحته اینقدر زش میبینتش. گفتم بابا شاید تو بخوا. گفت نه تو نمیدونه چه از زشته. مگه میشه آخه؟ حالا چرا اون چیزایی که اون انقدر
خریده رو انداختی توی قوتس برویستی نمیدونم صندوق صلیب سرخ نگه میداشتی میدادی به من. بکنم یه خانم شیک و پیکیه ظاهرم، چیزایی هم که خریده باشه شاید یه چیزایی خوبی بوده دیگه. اتفاقا من خودم تمام لحاف توشکام ملافه هم اینا همش دست دومه. دیدی؟ اینجوری میشه، اون میره میخره اون میدازه داره سالی به سرخ میدازه کانتینر سالی به سرخ. به من میداد میگرفتم، قشن میگرفتم. کلن سنهای بالا رو نمیخواد باشون ارتباطی داشته باشه دیگه، ارتباط نزدیک. اون خانم اگه 50 خورده سالش بوده، من 63 هم. هرچی درباره اون خانم میگه درباره من بدتره. چون سن من از اون بیشتره دیگه. خلاصه با محسن خیلی به من خوش گذشت، خیلی خوب بود. اه تموم شد، اینا تموم شد دیگه، تموم شد، ما همه سیر نشدن. نون سفید اینجوریه دیگه، نون سفید بود. محسن این دفعه خیلی صمیمی‌تر بودیم، خیلی راحت‌تر بودم تو خونش. یه سرماخوردگی داشت، دیدید دیگه، خیلی باحال بود با اومدن دانیال. دانیال چه پسر خوبی، وای 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 چه پسر خوبی. کوکوارم سیب زمینی و پیازش و گوشتش و اینا، البته گوشتش خیلی کم بود. اوه این همون کاکتوس هست، سب کنیم. موچین کجایی؟ خارش رفته تو دستم. آه کاکتوس خوردنم اینجوریه ها. رفت رفت. خلاصه ما اول از نینا تشکر میکنیم برای اینکه استارت این مسئله رو زد. اگر نینا اون 50 یورو رو نمیداد، در واقع این اتفاق نمیافتاد. در این مسافرت بسیار عالی چند جام رفتیم، چقدرم اون مرکز شهر و اون شب شنبه که با نازیلا و سیلاس بودم که رفتیم کافه اصل دختر نازیلا، اون چقدر خوب بود، چقدر جالب. در واقع هم سیاحت بود، هم تفریح بود، هم غذا خوردن بود،
ترشی تره نخورده بودم که خوردم. دستپخت دلبر محسن. قراره با دلبرش بیاد اینجا. با نوری، وای وای وای، نوری چقدر خوب بود، نوری چقدر خوب. به نوری گفتم نوری منو رستوران دعوت کردی، اونم تو شهر خودت، ولی خونه خوب. گفت این دفعه چون دوتا نوه هام از قبل قرار بودن که شنبه یک شنبه اینجا باشن، ولی دعوتت میکنم اختصاصی خونه خودم. گفتم او لا 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 لا، خیلی خوبه. نازیلام یه حرف خیلی جالبی زد. نازیلا اصلا صحبت کردنش خیلی جالب بود. حتی یه جا دست منو بوسید. انقدر که این زن با محبت بود. بعد میگفت من خیلی خیلی حرفای جالبی دیگه، خیلی جالب. اصلا همینطور من خیلی چیزایی در رابطه با تو دریافتم که نمیشه گفت. تو خلاص سیلاس هم که این ما رو میبوسید و اصلا برگشتم گفتم تو از من متنفر بودی؟ گفت نه نه، یه چنان برخوردی که. و یه دفعه نازیلو گفت باره این کلمه هست، هست یعنی نفرت. خب خیلی سنگینه. این حالت رو نداشت، یه اختلاف ماینونگی داشت، اختلاف نظراتی داشت. گفتم خب خوبه. خب من دارم میبینم زیبا، من دارم میبینم تو رو تو خونم. گفتم اولالا خونه تو. بعدش هم مثلی که سیما سپر از برخوردهای منفی که به سیلاس و نازیلا شده خیلی ناراحت شده بود. به هر حال خوشحالم از اینکه سیما از حق دفاع کرده. رابطه سیمون با چیز خیلی خوب شده. این دانیال، دانیال چه جالب بچه. دانیال گفتم از بچه های گروه ما و از بچه هایی که با من مرتبط بودن کیا رو دوست داری؟ اون پسره، اون پسر که اون با یه ذره فکر بگو وحید، وحید. گفت من خیلی وحید رو دوست دارم. برای وحید یه اتفاقی که می افتاد یا نمیدونم مشکلی براش پیش می اومد، هم پاش من چیز بودم. گفتم خب بیا باهاش در ارتباط قرار بگیر. کنتاکتشو دادم. بعدش گفتش، گفتم دیگه کی؟ گفت اون خانوم، اون خانوم توپله، تا خانوم توپل خوشگله بود، ترکیه بود. گفتم سیما منظورت؟ گفت خیلی اونو دوست دارم. گفتم خب بیا برو با محسنم باهاش در ارتباطه. محسن با سیما آخه در ارتباطه. گفتم با هم برید بهش بگید که ابراز علاقتو بکن. گفتم دیگه توپل نیست. توپل منم. توپل منم بابا. اون دیگه توپل نیست. توپل من. موقعی که داشتم میرفتم دورتموند مسافرم، یه زنجبیلی داشتم. این زنجبیله رو من ریختم تو عسل. الان اینجوری کدام خراب نشه دیگه. خلاصه با سیما و وحیدم در ارتباط قرار گرفت دانیال. بعد سارا
سارا که لایوای ما رو میبینه به من گفت دفعه دیگه اصلا مستقیم بیا خونه ما، دفعه دیگه فکر کنم فرانکفورت دیگه خیلی دعوتی. این پیرانم فریبا داده، منطقه خودش ایران بود، خیلی چیزای دیگه هم داده. یه کفش خیلی خوشگل بود ولی دیگه دیدم نمیشه آوردنش. فریبا هم خلاصه ما میخواییم تمام این اعضای خانواده رو به همدیگه وصلشون کنیم. اینایی هم که اینقدر مبارزات واقعا بیهوده، آخه سر چی؟ این خانم واقعا میتونه با محسن رابطه خوبی برقرار کنه. من یه چیزی به شما یاد میدم، به شما میگم این خیلی باعث میشه که روابطتون خیلی بیشتر بشه. با هر کسی اختلاف دارید، اختلافشو بذارید تو کشو، کل رابطه رو به هم نزنید. مثل یه ساختمونی در نظر بگیرید یه رابطه رو، دو تا پنجرهش شکسته خرابه، نمیدونم لولهاش خراب شده، خب اونو برید حتی درست نمیتونید بکنید بذارید یه جایی، ولی کل ساختمون رو نابود نکنید دیگه. رابطتون رو به آدم هم همینطور باشه، آدم ها رو حذفشون نکنید، اختلافاتتون باشون رو بذارید تو کشو، در جای خودش بررسی کنید. من الان خودم با محسن یه اختلافاتی دارم، ناراحتایی یا ممکنه داشته باشه، ولی وقتی نگاه میکنم میبینم هر روز این پروسه داره به سمت بهتر شدن پیش میره. خلیلم جز برم، من الان با این برنامه هایی که داره کارهایی که کرد یه هوشیاری هایی از خودش نشون داد. میگه یه خانومی به اسم الهام که مدعی بود که همسایه منه، خانم الهام اگه همسایه منی اشکال نداره میتونی بیا اینجا، اول با خودم آشنا شی دیگه، بیا ما که خوشحال میشیم. تو گفته که من بلوک نمیدونم 6 هستم، نمیدونم ساختمون 6 هست، مده رفته گفته خلیل نرو، نرو تهران، نرو چیز، نرو این زیبا رو ببینی، زیبا حالش خیلی بده، زیبا پدرش فوت کرده، بیا اینم چیز سمیرارم براش فرستادن، اون که گفته من تسلیت نمیگم، من سیاه نمیپوشم فلان و اینا، بیا اینم دلیله. گفته خب تو از کجا فهمیدی؟ گفته الف همسایش به من گفته. حالا همون موقع من دارم اینجا لایف میذارم اون کدو گنده رو دارم میپزم، میگم میخندم نمیدونم چی میکنم. خب خلیل گفتم خب تو چه برخوردی کردی بهش؟ گفتش که من یه ایموجی خنده فرستادم براش. به هر دروغی متوسل شدن که مثلا این دیدار صورت نگیره، دیدار صورت گرفت چی شد؟ خیلی خوبه که اگه شما با مخالفای خودتونم روبرو بشید که خیلی خوبه.
چند تا کامنت ببینم. تو حتی جرأت نگاه کردن به گوشی نداری چون میدونی خیلی چقدر مخالف داری. راست میگم، خیلی وقتا نگاه نمی کنم. حالا شاید جرأت ندارم نگاه کنم یا حالا هرچی. صبحانمو خراب بکنم به خاطر اینکه مثلا میخوام حتما 10 تا کامنت منفی نمیدونم فلان 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 پوش و بد و بیرا ببینم. خب اول صبحانمو میخورم، وسط صبحانه هم شما رو میبینم. حالا اونم که شانسیه دیگه دیدم. کلن کامنت آره تو لایو مقدماتی که اصلا چون واقعا باید وقت کوتاهی هست تو لایو مقدماتی که باید اصلا سریع باید درست کنم و وسایل رو بذارم و بعد برم دانلود کنم و فیلم رو بعد بذارم تو کانال و همه اینا انجام بشه بعد آماده بشم بیام برای اونجا که اصلا کامنت نمیشه میشه دیده و حواسم وقت گرفته میشه دیگه. زیبا خیلی خوشگل شد. خوشگل میبینی؟ وگرنه خیلی خوشگلم نشده. آی 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 جرأت کردیم زشت باشیم. خب الان کامنت خورد به چشم من. چند بار کامنت دادم میبینید ولی نمیخونید. ممکنه ممکنه عمدنم نخونم. درسته خیلی وقتا کامنت ها رو نمیخونم، میبینم و نمیخونم. بله درسته. بچه ها من فیلم پدر من با خانوادم ارتباط ندارم. اون کسی که میگه بابای من فوت کرده خودش بهتر از من میدونه دیگه. من نمیدونم فوت کرده زنده است ارتباط ندارم. به منم کسی خبره فوتشو نداد. اون کسی که میگه فوت کرده خب برید از اون بپرسید دیگه، اون بهتر میدونه. حالا شما فکر کنی فوت کرده میخواین چیکار کنی؟ فکرم بکنی که فوت نکرده بازم چیکار میخواین بکنی؟ هیچ چیزی رو تغییر فعلا در زندگی من نمیده، چه فوت بکنه چه نکنه. منم فوت کردم به صبحانه خوردن و نهار خوردنتون بدون هیچ برنامه قشنگ تغییری ادامه بدید. خب یه ذره بیاید جلو. چقدر هرس دنیا رو میزنی منو هرس حل. آره بابا خیلی دنیا خیلی خوبه، خیلی خوبه دنیا. تو چقدر بی عاطفه ای. آره ماکس میشه گفت من عاطفه ندارم. آره در خیلی جا ندارم. آره و از این که ندارم خوشحالم. احمد آه برای من اونقدر الان آذوقه حالا زیاده. احمد که دیگه هست دیگه، احمد حالش خوبه. اتفاقا آخرین باری که نوری رفته بود پیش احمد دیگه. آرام بخش منی خوبه خیلی. نهار رو با کنار تو نهارمون رو با لذت خوردیم. خب چه خوب نوشه جان، عاشق موهاتم. خیلی مرسی. حالا این موهامو من اومدم امروز مثلا یه ذره اینجا رو تافت بزنم، مثلا خیلی بالا پایین نره تا
تافت ماف نه ندارم، نمیدونم نمیگیرم. ما یه دونه چیز رو اون روز نگاه میکردم دیدم روش نوشته، نمیدونم از این چیزایی مثل تافت و ایناست، زرین به سرم. ادمین ازباللهی ناوک رو ندیدید؟ خب بچه یکی از ادمینای ما چادریه، سانازو میگه، ماد خیلی شیکه. مرسی. امروز با نینا حرف میزدم، گفت وقت آرایشگر رو گرفته آیسلندم، مثل که خیلی گرونه. گفتم بابا چه خبره؟ من خودم گفتش که حالا این آره، تو گفتی لاکچری نگیر، آرایشگر معمولی بگیر. گفتم آره بابا من میخوام چیکار کنم، من نمیخوام کوتاه کنم. زیبا خیلی بامزه ای. آره بامزه. از راه رسیدی دوش نگرفتی؟ نه، چون همونجا خونه هر سه روز یه بار، دو سه روز یه بار. راه مثلا چیکار کردیم مگه؟ کو کردیم مگه؟ از این قطار سوار شدیم اومدیم اینجا دیگه. خیلی به هنانه باج میدی؟ خب آخه باجا رو نمیگیره که. ما خواستیم باج بدیم نگرفت دیگه. هنانه خواستیم اول بهش دوبار هدیه بدیم نگرفت دیگه. حالا هم که دیگه فکر هدیه دادنم نیستم. هنوزم شاش میزنی سرت؟ بله. فردا صبح که میرم حموم، فردا صبح وقت حموم، بعدش موهام که قبل از این که شامپوی اینا بزنم شاش میریزم رو سر. زیبا روک حرف میزنه، خوبه. زیبا با خودت چی آوردی؟ آها اینا رو آوردم، این آوردم دست ازنم که دوباره حالا خاره نره تو دستم. یکشو خوردم دیگه. آها خوبه، اینم بیاریم اینجوری اینجوری بکنیم. قلب اینا، یکی از اینا رو هم با یه خودکار خیلی خوب و با یه دفتر و اینا داد به سارا، یکی هم داد به چیز، به نوری. بعدش دیگه چی آوردم؟ لباسایی که فریبا داده بود، چند تاشو با هم دیگه با چست نگاه کردیم، با محسن انتخاب کردیم. گفتم محسن کدوم خوبه کدوم خوب نیست، کدوم میاد کدوم نمیاد، دو سه تاشو گذاشتم اونجا، بقیه رو آوردم. بعدش کوکو رو آوردم تو مسیر، کوکو خوردم. بعد دیگه خرجم هم توی این مسافرت هیچی نشد. یه شیشه آبم، یه فلشه، شیشه که نه، یه بطری آبم آوردم و دیگه چی بیارم، خوب بود دیگه. اینا رو هم آوردم. یه چیز بگم بهتون، خیلی نخندید و البته میدونم میخندید، صبر کنید. چی آوردم؟ از فرانکفورت برداشتم اینا رو آوردم. وای 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 وای، تو را تو را نگاه کرد بجا اینا رو تو را دیدم. محسن گفتم موزه اینا رو چیکار میگه؟ گفت من اینجا من بازار روز و اینا نمیرم، تخمه خریده بودیم دیگه. گفتم بده به من، سبکم میذارم بغل همون بسته ای که دارم. اینا رو گذاشتم که فردا، نه پس فردا، پنجشنبه که میرم پیش اون بازار روزمون به اون کشاورزا بدم. اینا رو هم از فرانکفورت آوردم. خنده دار الان تو راه گزی میدی فهم که تخم نه جا تخم مرغیه خالی بودم. اینا رو هم آوردم دیگه. چی آوردم؟ همینا دیگه. بعدش کلی تجربه، کلی شادی، کلی احساس خوب، کلی روابط جدید، کلی خاطره خوب. خیلی خوش آمد از نوری، خیلی اصلا خیلی حس عالی عالی. بعدش اصلا یه جوری اون 50 دلار 50 یورو رو داد، اصلا یه حالتی داشت که اصلا گفتم مخه چقدر واقعا تو؟ گفت نمیدونم، خیلی تلپاتی های خوبی داره. بعدش نازیلا واقعا خیلی ساعتهای خوبی داشته. بعد اون برنجی که برای چیز خرید، برنج خیلی اعلی خرید برای محسن،
با اون شیرینی که عسل داد. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی مصاحبه، یعنی روابطی در راستای روان درمانی اجتماعی، در راستای اون حرفایی که میخواستم چسبم، خیلی خوب بود. شغل اصلی تو میگی؟ شغل اصلی من کیف کردن از دنیاست. شغل اصلی من خود بودن، خودت بودنه. چون نوری به پول بهت داد، چون نوری پول هم بهم داد. آره دیگه، چند دلار میشد؟ میشد شاید 60 دلار. یورو. خوشش معلومه، خوشم میاد. آره. اصلا اون داشتیم با نازیلا میمدیم تو پله برقی بودم، یه دفعه با یه احساسی برگشت گفتش که زیبا، اینجا مغازه افغاناست، چیزی نمیخوای برای مثلا خونه، برای خونه محسن اینا. از پله برقی هم داشتیم میرفتیم پایین، یه دفعه گفتم چه پیشنهاد خوبی، بذار از اون پله بالا بیایم بریم ببینم چی میخوای، بذار ببینم. انقدر با صفا و صمیمیت گفت همه چی نگاه کن، دوست داری نگاه کن. رفتم اول یه دونه جعبه بزرگ، از اون خورما بزرگا خیلی دوست دارم. بعد یه دفعه یادم افتاد که توی چیز تو لیدل که بودیم، خریدمون تو لیدل، وای چقدر با این محسن ما خندیدیم، کلا خیلی خوش گذشت. کامیشو اصلا خیلی خیلی جالب بود، واقعا با این دفعه با محسن بودن خیلی بهتر بود. و چقدرم خوب با همه، با همه کنار میمد. بعدش کوکورم خودمون انتخاب کردیم. آن داشتم اینو میگفتم، از پله برقی یه دفعه بودم از اون یکی بذار بیام بالا، بذار بریم ببینیم. بعد ولی وقتی دیدم چیز سیلاس رفته پایین، بذار اینو در بیارم، داره میره، گفتم مگه مغازه پایینم داره؟ رفتم پایین دیدم ای برنجو، نازیلام اومد، گفتم نازیلا این برنجو بردارم؟ گفت آره بردار. اومدیم بالا، اول من فکر کرده بودم نزدیک 6 یورو 7 یورو، بعد اومدیم بالا یه دفعه دیدم 10 یورو. گفتم ای ما نوهشو خوب ندیده بودیم، نوهشو 6 دیده بودیم، یه ذره رنگش پریده. ولی خیلی قشنگ خرید، خیلی خوب، خیلی ساعتهای خوبه. بعد آوازی که خوند، چای نعنا، وای با نبات، چقدر خوب بود. بعدش خونه سارا، غیبت درمانی کردیم از سارا تو مسیر، من و محسن اومده بودیم بیرون، بعد گفتیم وای چقدر غیبت درمانی خوبه، الان انگار منتظر بودیم بیایم بیرون یه مقدار در مورد چیزا حرف. حالا همه رو به خود سارا گفتم، دختر خیلی خوبی بود. گفتم سارا ما کلی من و محسن پشت غیبت کردیم. میدونم ببینم چیه، چوپه اول این کاکتوسه همش احساس میکنم یه جوری تو دست من رفت. نازیلا میخواد براش، نازیلا نه، نازیلا اتفاقا یه نامزد داشت ولی کلن گفت من نمیخوام که چیز ازدواج کنم، یه بار ازدواج کردم بسم. سارا همونی بود که رفتیم قرمه سبزی خوردیم و یه شیرینی گرفته بود، یه شیرین خیلی شیرین بود. موزن همش میگفت تو اینا چجوری خوردی، تو چجوری خوردی؟ گفتم دیگه خوردیم دیگه. همه کامنت ها بدم، بذار باشم، بذار همه کامنت ها، اصلا همه تون از دم بد بگید. مهم اینه که نزدیک 1500 نفر شما اینجایید دیگه، 1500 نفر زیبا هر روز منتظر لایوتا. زیبا چیکار کنم تو رو میبینم گشنم نشه؟ من دیگه شدم مثل اون سگ پالو، وقتی صدای زنگ میاد بزاقا ترشو میشه.
خیلی خوبه، با تو آرامش میگیرم. من میدونم اینا که میگه همه کامنت ها بد، همه کامنت ها بد نیستم، ولی همه اونایی هم که اصلا میخوام بگم چیزه. دیدی ویو مهمه؟ آره معلومه ویو مهمه دیگه. معلومه مهمه، برچی من شما رو بلاک نمی کنم چون ویو رو بالا میبرید دیگه، بس مهمه که بلاک نمی کنم اتون دیگه، میگم بذارید باشه، تازه شما میاد کلی چیزای دیگه هم میشنوید. موهاتو دست بزن. نه نمیخوام، حالا تازه اینجوری مثلا اومدم شنیون کردم، شنیونه دیگه، آره شنیون کردم اینجا رو یه ذره اینجوری کردم، اینجوری کردم، مثلا اینجوری باشه. آره همه خوبن، حتی همه اونایی که منفی میگن. آقا نمیدونی شما چقدر از این کسایی که منفی میگن بعدم میان دوستای من میشن، و جد اونایی که الان میان منفی میگن بازم اونایی که الان رفتن تو این گروه مخالفا با گروه مخالفا دوست شدن. خوبه بذار برن با اونا دوست بشن، بذار برن یه ذره دوست بشن، روابط به احساس احساس نظر بدن، احساس موجودیت بکنن. موهاتو میزانپلی کن. میزانپلی یعنی چی؟ نمیدونم. میزانپلی رو بیاد یاد بگیرم مثل شنیو. دیدی ما هم برات مهم هست؟ معلومه مهم هست دیگه، تمام خس و خاشاک هم مهمه، خس و خاشاک هم مهمه. من همیشه گفتم در این چیز، در این چی میگن جهان، در این روابط، هر کسی حتی اون آشغال ترین آدم، یا آشغال دیگه، من خودم آشغالا رو خیلی دوست دارم، من خودم آشغال جمع کن بودم، انقدر بازیافت و اینا رو دوست داشتم. اصلا از همین همه ماها از آشغال میایم دیگه، کلا میرم از همین خاک و نمیدونم همین چیزایی که فکر کنم بازیافت میشه. موافق کشور اسرائیل هستی؟ من موافق جهان وطنی هستم اصلا. کشور اسرائیل بابا بذارید همدیگر رو انقدر بکشن، این یکی اونو بکشه، اونم اینو بکشه، بذار بکشن. موافق اینی، موافق اونی، میبینم چیه، بیام مقابل موافق اسرائیل باشم یا موافق این یکی ها باشم، هیچ وقت. یه زمانی که زینب بودم، مذهبی بودم، موافق نمیدونم شیعیان و اینجور چیزا و اینا بودم که نمیدونم با فلسطین و نمیدونم جنوب لبنان و شیعیان، الان فهمیدم که همونام چه کار مزخرفی بوده. الان خیلی کسایی که اصلا رفتن تو جبهه نمیدونم چی، جان برای وطن، اون یکی هم داره میگوشه خودش، اونم میگه جان برای وطن، اینم میگه جان برای وطن. کدوم وطن آقای؟ کدوم وطن؟ الان من هم دوست عراقی دارم، هم دوست ایرانی دارم، هم دوست کرد دارم، هم دوست نمیدونم آلمانی دارم، هر کدوم از اینا بخوام بگم وطن وطن باید سرکله هم بزنن دیگه. بابا ول کنی، فاتالند فاتالند، زبان مادری فلان، نمیدونم زبان آیین، این آیین ما اینا رفتش کنار، بابا داره میره کنار. الان کردها خودشون چجور لباس میپوشن؟ لباسایی که راحتن دیگه، لباسایی که مثلا دوست داره، میره مدل فلان کشور رو میبینه، میاد میاد حتما لباس کردی بپوشه، اون یکی بیاد لباس عربی بپوشه، اون یکی داره بیاد فلان کنه. عربستان هم داره خوب منوزده فوتبالشو نمیدونم چی الان دارن، باور کنم این عربستان هم خیلی جلو میزن. حالا متوجه میشن که بابا هر چقدر شما زنها رو محدود بکنید به ضرر خودتونه، اصلا هر کی رو محدود بکنی به ضرر خودتون، هر چقدر یه آدمی آزادتر باشه راحت تر. چشمای من خیلی وحشتناکه، میترسی؟ آره بابا چشمای من ترس داره، خیلی. برو بیرون، برو بیرون که چشم نخوری، چشمای من خیلی وحشتناکه. آره اتفاق خوبه،
ترست رو به رسمیت بشناس. ترست رو به رسمیت. آخه این درجه هر درجه این چیزم رفته بالا دیگه، این عینک ها از اون عینک قبلی درجه چیز داره، برای همین چشم رو یه ذره درشتر نشون میده دیگه. اگر نه چشم من الان از این کوچکتر. ببینیم ولی خودم الان باید ببینم تا بتونم ببینم. خب زیبا تو خیلی خوبی باش، مرسی. خب تو جن کافر داری؟ اصلا من خودم هم جنم هم کافرم، دنبال چه جن کافر؟ هم خودم جن کافر لازم نیست، خودم هم جنم هم کافرم. حماسه برای جمهوری اسلامی؟ حالا جمهوری اسلامی یا فلان یا حالا هر چی هست دیگه انجام بده دیگه، چیکار بذارن این اونو بکشه؟ مگه جمهوری اسلامی کم مبارزه میکنه؟ بیا برن خوشحال باشن که دینها این همه آدم کشته شده، اونا میان اینا رو میکشن، اینا میرن اونا رو میکشن. حالا بذار ببینین کی میشه. خدا نشسته داره چای میخوره، خدا میگه بزنید بکشید هم دیگر رو بکشید. هنانه داره هر چی که هست خودش میگه دیگه، توی کانال میگه دیگه. چند ساله ای از ایران رفتی؟ خب من 20 نزدیک 25 سال داره میشه دیگه، 1998. شما برید لایوای بستری منو نگاه کنید، یه بالا تو هایلایت ها لایوای بستری هست. فریدام از من شکایت کرده بود. یه بار که رفتم گفتم صبح باید برم توی چیز پلیس، یه بار داشتم میرفتم پلیس، رفته بودم اونجا یه چیزایی رو بدم، از پلیس یه نام اومده بود که شما ما نمیتونیم که این چیز این لینک های اینا رو لینک ها با ایمیل براشون فرستاده بودم، ولی بعد برای من نوشتن، چه آدم مؤدب بودن چه آدم خوب، نوشتن که ما نمیتونیم که این لینک ها رو باز کنیم، اگر میشه توی یه دونه USB یا فلا یا یه دونه چیز CD ما هم توی بعد بیارید بدید به اشتاتسیون، به مثلا فیلیاله، به اون وقت. یه بار که داشتم گفتم 4-5 تا کار دارم میرم اینا، البته خوب این کاری نبود که این فرد یه دونه فلاش رو میدادی و میرفتی تو مسیش. یکی از کارام هم این بود، فلاش رو دادم و خالی کردن، فلاش میگی یا USB، ما میگیم USB. بعدش دیگه تو اون لینک هایی که لینک های لایوامو داده بودم بهش، خبر ندارم ازش که احمد با احمد در ارتباط باش، با فریدا در ارتباط. خیلی خنده داره توی تو لایو داره میرخص، این دقایق دیگه با شما میایم فلان میکنیم به همون. بعد نوشته که دیگه خیلی جالبه دیگه، لسه میره. خب فیزیوتراپی هم رفتم دیگه. آره فیزیوتراپی اون که رفتم صبح زود، اولا که پلیس که ساعت یا 1 رفته بودم، اون روز که 4 تا کار داشتم، فیزیوتراپی که رفتم صبح زود ساعت 7، اون که براتون ویدیو مسیج دادم اون فیزیوتراپی بود دیگه، آره ساعت 7:30 بود، 7:35. ولی یه روز دیگه که گفتم چند تا کار دارم، یکیش هم این بود. محسن خسته چیز شده بود، یعنی فیزیوتراپی من الان پنجشنبه هم دوباره ساعت پنجشنبه صبح ساعت 7:35 بازم یه قرار دیگه برای فیزیوتراپی دارم، 6 تا برای گردن. خیلی جالبه، خیلی خوب انجام میده. کسانی که میخوام بیان خونه من بیان چیز بیان تلگرام پیام بده. احمد تشویقش که نه، احمد هیچ وقت این کار نمیکنه، احمد هیچ وقت، احمد از این برنامه های چنین نداره، شخصیت احمد یه چیز دیگه است. احمد واقعا کسیه که میتونید باهاش
ناوک پاسپورت آلمان نداره، درسته. پاسپورت پاس آلمانی ندارم ولی اقامت دائم دارم. خب بچه ها مرسی، تا بعد بریم. این هم صبحانه امروز بود. تا بعد. یا کامنت منو نمیخونی؟ الان خوندم. بیا.